سلام بر شما به برنامه ایران و جهان در هفته‌ای که گذشت خوش آمدید. در این هفته نیز طبق روال به بررسی مهمترین رویدادهای ایران و جهان می‌پردازیم. نخست در گفتگو با دکتر مهران براتی، کارشناس مسائل سیاسی، به بررسی احتمال مذاکره میان ایران و آمریکا خواهیم پرداخت و نیز گزارشی داریم از رفع فیلترینگ و دوباره فیلتر شدن فیسبوک و توییتر در ایران. در ادامه نیز گفتگویی خواهیم داشت با دکتر حسین باقرزاده، فعال سیاسی، درباره اظهارات اخیر حسن روحانی در جمع سپاه پاسداران و در پایان نیز گزارشی داریم از افشاگری‌های بی‌سابقه اقدامات غیرقانونی احمدی نژاد از سرقت اسناد در سازمان تامین اجتماعی گرفته تا تخصیص میلیاردها تومان به دانشگاه ایرانیان. با ما همراه باشید. علی خامنه‌ای روز سه‌شنبه 26 شهریور ماه از نرمش قهرمانانه سخن گفت. انعطاف رهبر جمهوری اسلامی در سیاست خارجی پس از انتشار خبر رد و بدل شدن نامه میان ایران و آمریکا صورت گرفت. او چند ماه پیش هم گفت با مذاکرات مخالفتی ندارد، اما نسبت به این مذاکره خوشبین نیست. آیا چنین رویکردی نشانه است بر تغییر رویه شخص اول حکومت ایران در ارتباط با پرونده هسته‌ای و احتمال مذاکره با آمریکا؟ در این باره با مهران براتی، کارشناس مسائل سیاسی در برلین گفتگو کردم و از ایشان پرسیدم تفسیر شما از عبارت نرمش قهرمانانه که رهبر جمهوری اسلامی از آن استفاده کردند چیست؟ آیا این نرمش را می توان عقب نشینی ایران از مواضع پیشین دانست؟ با سلام خدمت بینندگان شما، آقای خامنه‌ای پیشتر همیشه صحبت و شعارشون این بود که من دیپلمات نیستم، من یک انقلابی هستم. حال شعارشون رو عوض کردن و معتقد هستن که دیپلمات هستن، اهل نرمش هستن، در ضمن اسم نرمششون هم نرمش انقلابی گذاشتن. معنی و تفسیر این گفته ایشون این هست که میخوان به آقای روحانی و وزیر خارجهشون اطمینان بدن که من این بار مزاحم مذاکرات نخواهم شد. در سالهای پیش آقای جلیلی که مسئول مذاکرات اتمی بودند، هر وقت در جلسه نشسته بودند بعد از نیم ساعت یک ساعت بیرون می آمدند، تلفن به آقای خامنه‌ای پرس‌وجو می‌کردن و اجازه می‌کردن، اجازه می‌گرفتن که چه چیز می‌توانن الان بگوین و در مقابل پیشنهادات آمده چه پیشنهادی رو مطرح کنن. این موضوع قابل ادامه با دولت فعلی نیست و همین دلیل هم روی سخن آقای خامنه‌ای هم به بیرون بوده هم به داخل. خب الان شرایط هم عوض شده. در این شرایط جدید که کشور در وضع اقتصادی بسیار فراکتباری قرار گرفته، دولت آقای روحانی بودجه‌ای که آقای احمدی نژاد براشون جا گذاشتن، نیمی از درآمد پیش بینی شده اصلا وجود نداره. یعنی ایشون نمیتونن اصلا هیچ کاری بکنن بدون اینکه منبع درآمدی داشته باشن. در این شرایط حالا صحبت از بیکاری، تورم و فلاکت به خصوص لایه‌های بسیار ضعیف جامعه، لایه‌های ضربه پذیر جامعه، لایه‌های فقیر جامعه نمی‌کنم که وضع فلاکت باری پیدا کرد. به هر رو همه اینها موجودیت نظام جمهوری اسلامی رو زیر سوال برده و این مسئله رو سران سپاه هم چندین بار گوشزد کردن که اونها در انتظار شورشی هستن چنانچه وضع موجود ادامه پیدا بکنه و نمیتونن تضمین بکنن که وضع به همین سکوت فعلی بگذره. همه اینها دلایلی است که آقای خامنه‌ای دیگر به اصطلاح انقلابی نباشند و دیپلمات باشند. با توجه به رد و بدل شدن نامه میان رؤسای جمهوری ایران و آمریکا، آیا می توان موضع اخیر رهبر جمهوری اسلامی را چراغ سبز رهبر با آقای حسن روحانی برای آغاز مذاکرات با آمریکا ارزیابی کرد؟ که صحبت آقای خامنه‌ای در حقیقت چراغ سبزی است برای به اصطلاح تایید سیاست مذاکراتی
آقای روحانی. سیاست مذاکراتی آقای روحانی هم چیز خیلی عجیب غریبی نیست. این اون چیزی بود که سالهای پیش هم غرب حاضر بود به ایران بده. مسئله این پیشنهاد این خواهد بود که ایران غنی‌سازی اورانیوم رو در سطح 5% ادامه بده، غنی‌سازی 20% رو متوقف کنه، سایت فوردو رو هم فعلا ببنده. این اساس اون پیشنهادی است که آمده. ولی تمام این گفتگوها چون هیچ وقت مشکل غرب با ایران مشکل اتمی و مشکل غنی‌سازی نبوده، مشکل سیاسی بوده. الان هم با به اصطلاح همراهی و همکاری که جمهوری اسلامی در مسئله سوریه با آمریکا و غرب کرده، در این زمینه که حمایت خودش رو از بشار اسد پس گرفته و به این قانع برای اینکه همه نفوذ و قدرت رو در سوریه از دست نده به بخشی از اون راضی باشه. معنیش این هست که همکاری با حزب بعث ادامه پیدا میکنه، دیگه پشتیبانی از فرد بشار اسد نخواهد بود. در ترکیب جدیدی که دولت آتی سوریه خواهد داشت، خب معلومه دیگر حزب بعث و آقای بشار اسد تعیین کننده نیستن. به همین مقیاس هم نفوذ جمهوری اسلامی در سوریه کم خواهد شد، به همین مقیاس هم نفوذ جمهوری اسلامی در لبنان کم خواهد شد. مسائل مورد اختلاف میان ایران و آمریکا طیف وسیعی دارد، از پرونده هسته‌ای گرفته تا بحران سوریه و مسائل منطقه‌ای. چقدر احتمال توافق در تمامی زمینه‌ها وجود دارد؟ خب الان به عکس دفعات قبل، وزیر خارجه که مسئول گفتگوهای اتمی شده، فرد دیپلمات بسیار کارکشته و سابقه داری است که بخصوص چون در غرب هم تحصیل کرده و زندگی کرده، معنی بازی برد برد رو میشناسه. برد برد معنیش این هست که آمریکا نمیتونه هیچ وقت از اون که تا به حال از ایران خواسته صرف نظر بکنه. برای اینکه بتونه اصلا تحریم های موجود رو از میان برداره، چون میدونیم بخش اعظم تحریم هایی که شامل ایران میشه توسط ریاست جمهوری آمریکا، توسط سنا و کنگره آمریکا تصویب شدن. همه اینها یک باره برداشتنی نیستن، ولی بخش مهمش رو میتونه رئیس جمهور آمریکا برداره و به همین دلیل هم احتیاج به این داره که به خصوص در رابطه با اسرائیل، در مقابله با اسرائیل باید چیزی در دست داشته باشه برای اینکه یک گام به سوی ایران برداره. و فکر میکنم جمهوری اسلامی این بار این مسئله رو درک کرده و میدونه که به وضع سابق دیگر قابل ادامه نیست. و یک مسئله هم هست که اصلا شما میدونید الان این نیروگاه بوشهر خیلی وقت تمام شده ولی امکان کاراندازیش نیست، چون مرتب با مشکلاتی روبرو میشن. بخشی از تکنولوژی بوشهر تکنولوژی آلمانیه، یه سومش دو سوم هم تکنولوژی روسی. اینها با هم همسازی ندارن، مرتب ایراد و اشکال اینجا پیدا میشه. حال ایران میخواد 21 نیروگاه اتمی دیگر هم بسازه، خب تقریبا غیر ممکنه در این شرایط موجود. بنابراین احتیاجی هم فعلا دیگر به اون سطح غنی‌سازی نداره برای برآورد کردن احتیاجات سوختی خودش، چون بر صورت سوخت بوشهر رو هم روسیه برای 7 سال آینده تامین خواهد کرد. هیچ دلیلی دیگر وجود نداره برای ایران که بخواد تفره بره از رسیدن به توافق، و این رو هم آمریکا میدونه، ایران میدونه. بر صورت تحریم ها در اون سطحی کارساز شدن که جمهوری اسلامی علارغم میل باطنی خودش هم اکنون باید به نوعی تفاهم برسه و من خوشبین هستم که این تفاهم به وجود خواهد آمد. به نظر شما تمایل ایران به انجام مذاکره تا چند اندازه میتواند از سوی آمریکا جدی گرفته شود؟ خب اگر جدی گرفته نمیشد، نامه‌نگاری هایی که انجام گرفته انجام نمی گرفت. خب آقای اوباما برای ریاست جمهوری آقای روحانی تبریک گفتن، ایشون هم در پاسخشون در حین تشکر مسائل سیاسی متفاوتی رو مطرح کردن. از اون طرف آقای محمد جواد ظریف وزیر خارجه از طریق تماس هایی که با سیاست مداران اروپایی و آمریکایی
به طور شخصی قبلا داشتن. خب اطلاع دارید که آقای ظریف مورد مشاوره بودند در زمینه بحران‌های خاورمیانه، در مورد مسائل افغانستان، در مورد گروگانگیری‌هایی که در لبنان انجام گرفته بود، در مورد مسائل بسیار زیادی که مربوط به آمریکا حضورش در خاورمیانه و چیزهای از این دست می‌شد. ایشون با تعدادی از وزرای خارجه سابق در تماس هستن، همینطور با سیاستمداران گوناگون، از طریق اونها پیغام ها و رفت آمد های انجام گرفته که در پایان این رفت آمد ها و پیغام هاست که الان آقای اوباما اظهار امیدواری و خوشبینی میکنه و همینطور آقای دولت آقای روحانی. اگر این زمینه ها نبود فکر نمی کردم الان آقای اوباما خطر بکنه و پیش از اون که چیزی در دست داشته باشه اظهار امیدواری بکنه. آقای روحانی اخیراً صحبت از بازی برد برد در مسئله هسته‌ای کرد، اما باراک اوباما گفته که تهدید واقعی به استفاده از زور در کنار تلاش‌های جدی دیپلماتیک می‌تواند باعث دسترسی به توافق با ایران بر سر پرونده هسته‌ای شود. با این لحن آیا امکانی برای توافق برد برد میان ایران و آمریکا وجود دارد؟ ببینید، این اصطلاح برد برد از تئوری بازی‌ها آمده که در اصل یک تئوری اقتصادی بوده که بعداً به توسط آقای شیلینگ، توماس شیلینگ، به دنیای سیاست هم برده شده. معنی این بازی برد برد این هست که دو طرفی که در مقابله با هم قرار دارن برای تهدید متقابل باید چیزی اصلاً در دست داشته باشن که هر دو طرف اون مسئله رو جدی بگیرن. اگر یک طرف تهدید طرف مقابل رو اصلا جدی نگیره نمیتونه وارد بازی بشه. به همین دلیل هم به طور مثال گفته میشه ممکنه یکی تهدید کنه من از طبقه 30 یک ساختمانی میپرم پایین و هیچ اتفاقی نمیفته. خب این هیچکس باور نمیکنه. اما اگر بره در این سطح که بگه از طبقه دوم این کار رو میکنم، جزء احتمالات میشه. حالا در این تئوری بازی هم همینطور هست. تهدیداتی که میشه، به خصوص تهدیدی که آمریکا از نظر به صراحت حمله نظامی کرده، چنانچه ایران بخواد به سوی نظامی کردن سلاح، به نظامی کردن برنامه اتمی خودش بره، خب این باید جدی گرفته بشه. اگر جدی گرفته نمیشد هیچ وقت طرف بازی اهمیتی به اون نمیداد. همینطور از طرف ایران هم همینطور، ایران هم تهدیدات بسیار زیادی کرده، تنگه هرمز رو میبندم، اقتصاد جهانی رو مختل میکنم، کشورهای خاورمیانه رو به آتش میکنم و چیزهایی از این دست. ولی هر دو طرف میدونن که باید چیزی به طرف مقابل بدن که اون بدونه که حمله نکردن به اون منفعتش بیشتر از حمله کردنه، یا اخلال در کار طرف ایجاد نکردن نفع بیشتری داره. این شرایط فکر میکنم الان به وجود آمده و همین دلیل هم بازی برد برد در زمینه و زمان و زمین دیگری داره انجام میگیره که میتونه به موفقیت برسه. با سپاس از دکتر مهران براتی، کارشناس مسائل سیاسی، برای شرکت در این گفتگو. در پی انتشار دسترسی کاربران اینترنت در ایران به شبکه‌های اجتماعی، روز سه‌شنبه 26 شهریور ماه منابع خبری و کاربران اینترنتی در ایران گفتند که دسترسی مستقیم به توییتر و فیسبوک بار دیگر ناممکن شده است. عبدالصمد خرم‌آبادی، دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، گفته بود که آزادی دسترسی به توییتر و فیسبوک احتمالاً ناشی از بروز مشکلات فنی در برخی ISP‌ها بوده است. احمد باطبی در گزارشی به این موضوع پرداخته است. ایران در سال 1371 خورشیدی به عنوان دومین کشور خاورمیانه فناوری اینترنت را به کار گرفت. مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات با استفاده از پروتکل UUCP چند دانشگاه بزرگ از جمله دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه گیلان را برای رد و بدل کردن ایمیل با جامعه جهانی به شبکه اینترنت متصل کرد. سال 1372 و با فعالیت جدی مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات به عنوان مرکز رسمی ثبت دامنه IR، ایران وارد شبکه جهانی اینترنت شد.
با تأسیس مؤسسه ندارایانه در سال 1373 اولین وبسایت ایرانی داخلی تأسیس و روزنامه فارسی زبان همشهری به عنوان اولین روزنامه رسمی در دسترس کاربران اینترنت قرار گرفت. مؤسسه ندارایانه در همین سال طی یک قرارداد با ماهواره کانادایی کدویژن به عنوان اولین ISP ارائه دهنده خدمات اینترنتی وارد فعالیت تجاری در حوزه اینترنت شد. 1374 مجلس شورای اسلامی با تصویب تأسیس شرکت امور دیتا از جمله شرکت‌های تحت کنترل مخابرات انحصار تمامی فعالیت‌ها و خدمات اینترنتی را در اختیار این شرکت قرار داد. 1377 پروژه یونیکد با همکاری انگلستان و دانشگاه صنعتی شریف تحت عنوان وب فارسی فعال و در سالهای بعد الفبای جامع و فونت‌های فارسی به صورت استاندارد در فضای مجازی رواج یافت. اتصال به اینترنت در ایران ابتدا به صورت دیالاب و تلفنی و با سرعتی حدود 10 کیلوبایت در ثانیه انجام می شد. اما در سالهای آغازین دهه 80 تکنولوژی ADSL با قیمتی بالا وارد ایران شد. از نیمه دوم دهه 80 به این سو شرکت‌هایی همچون ایرانسل همراه اول و تالیا امکان اتصال به اینترنت را از طریق موبایل فراهم کردند. اینترنت در ایران به سرعت فراگیر شد، اما سرعت و قیمت آن همبای فراگیری آن نبود. جدا از هزینه سنگین و سرعت کم اینترنت، مسدودسازی منابع اینترنتی از جمله ویژگی‌های اینترنت ایران بود. فیلترینگ ابتدا به صورت دستی و تنها بر آدرس‌های اینترنتی اعمال می‌شد. اما با پیشرفت تکنولوژی، مسدودسازی‌ها در قالب انسداد IP، غیر فعال کردن پروتکل‌های اینترنتی از جمله VPN و مواردی از این دست انجام شد. اصلی‌ترین مرجع مسئول فیلترینگ در ایران، شورای عالی انقلاب فرهنگی و پس از آن شورای عالی اطلاع رسانی است. اعضای از این دو شورا به همراه اعضای دیگری از قوای سگانه، کمیته‌ای را به نام کارگروه تعیین محتوای مجرمانه اینترنتی را تشکیل می‌دهند که نهاد تصمیم گیرنده در مورد فیلترینگ ایران است. بنابر گزارش روزنامه انگلیسی گاردین، ایران از نظر محدودسازی‌های اینترنتی پس از چین در رتبه دوم در جهان قرار دارد. محدودیت‌هایی که با توجیه مسدودسازی منابع حاوی محتوای غیر اخلاقی و منابع مخالف حکومت ایران صورت می‌گرفت، اما در سال‌های اخیر دامنه آن به وبسایت‌هایی همچون گوگل، فیسبوک، جیمیل، بلاگر و وردپرس نیز در بر گرفت. حکومت ایران به طور مشخص پس از اعتراض به نتیجه انتخابات بحث‌انگیز ریاست جمهوری سال 88 و نقش‌آفرینی اساسی اینترنت در نشر اطلاعات، موضوع اینترنت ملی را به شکل جدی پیگیری کرد. اینترنت ملی شبکه مجازی است که کاربران داخل ایران را به یکدیگر متصل کرده و از شبکه جهانی اینترنت جدا می‌کند. به اعتقاد کارشناسان، جنبه مفید اینترنت ملی این است که تمامی کاربران داخل ایران به صورت یک شبکه داخلی به یکدیگر متصل شده و با سرعتی بالا امکان تبادل اطلاعات را خواهند داشت و در این حال از حمله و یا نفوذ هکرهای اینترنتی خارج از کشور نیز در امان خواهند بود. اما جنبه بد اینترنت ملی این است که امکان قطع کامل دسترسی کاربران داخل ایران را از شبکه جهانی اینترنت برای حکومت فراهم می‌کند، به شکلی که حتی فیلتر شکن‌ها و VPN‌ها نیز قادر به متصل کردن کاربران به منابع مسدود شده اینترنتی نخواهند بود. در روزهای اخیر برای ساعاتی فیلتر برخی سایت‌ها از جمله فیسبوک برداشته شد، اما بلافاصله وضعیت به حالت قبلی بازگشته و علت این شرایط ایراد فنی اعلام شد. همزمان با این موضوع، علی حکیم جوادی معاون وزیر اطلاعات ایران اعلام کرد اینترنت ملی با پهنای باند 2 مگابایت به کار افتاده و در فاز اول 400 هزار خانوار از اینترنت جهانی قطع و به اینترنت ملی متصل شدند. آقای جوادی گفت در آینده و با طی شدن مراحل بعدی تمامی کاربران ایرانی از اینترنت جهانی قطع و به اینترنت ملی متصل خواهند شد. بدین ترتیب دستگاه قدرت در ایران قادر خواهد بود در صورت تمایل تمامی کاربران ایرانی را به طور همزمان از اینترنت جهانی جدا کند.
حسن روحانی روز دوشنبه 25 شهریور ماه در مجمع سالیانه فرماندهان سپاه این نهاد نظامی امنیتی را محبوب دلها توصیف کرد و از آنها برای به عهده گرفتن پروژه‌های بزرگ ملی دعوت کرد. رئیس جمهوری اسلامی ایران با رد شایعاتی که راجع به سپاه مطرح می‌شود تاکید کرده سپاه رقیب مردم و بخش خصوصی نیست. بحث حضور سپاه و شرکت‌های وابسته به آن در اقتصاد ایران یکی از مسائل اصلی اقتصاد ایران است و منتقدان بسیاری دارد. منتقدان نسبت به تمرکز قدرت نظامی اطلاعاتی و اقتصادی در دست یک نهاد نظامی امنیتی هشدار می‌دهند. آیا گفته‌های آقای روحانی را می‌توان ادامه سیاست‌های نظام مبنی بر حضور پررنگ سپاه در اقتصاد ارزیابی کرد؟ از دکتر حسین بوقرزاده فعال سیاسی پرسیدم تفسیر شما از صحبت‌های اخیر آقای روحانی در جمع فرماندهان سپاه چیست؟ آقای روحانی در شرایط بیکار اومدن که بحران‌های سخت اقتصادی و سیاسی و کشور حاکمه. در بحران اقتصادی کشور سپاه پاسداران دست داشته، بدارید این که بسیاری از حالتی اقتصادی سپاه پاسداران خارج از نرم‌های مأمور تجارتی بوده و به خصوص با قاچاق و امثال هم در بسیاری از موارد اقتصادی ایران دخالت کرده و آقای روحانی در این سخنرانی سعی داشت که اولا نشون بده که اولا سپاه رو ایشون احترامش رو حفظ میکنه، ارزش سپاه رو حفظ میکنه، به دلیلی که سپاه به هر حال یک روح بسیار مهم جمهوری اسلامی ایرانه. در این حال به سپاه سفارش کرد که اولا در مسائل سیاسی دخالت نکنن و ثانیا در نظر اقتصادی هم به پروژه های بزرگی که به هر حال از امکانات بخش خصوصی ایران خارجه بپردازن. یعنی باز به طور تلویحی از سپاه خواست که غیر از چند پروژه بزرگی که از حوصله و توان بخش خصوصی خارجه پارتی اقتصادی دیگر انجام ندن. به خصوص ما میدونیم که سپاه در گذشته هم در قاچاق واردات و صادرات و هم در پارتی اقتصادی دیگه در کشور خیلی فعال بود. بنابراین من فکر میکنم که آقای روحانی سعی داشت که به این وسیله سپاه رو وادار کنه که در حال دست و پای خودش جمع کنه و در پارتی اقتصادی بیش از اون چیزی که مشخص و محدود باشه به همون چند پروژه بزرگ دخالت نکنه. در زمان تبلیغات ریاست جمهوری آقای روحانی خطاب با آقای قالیباف گفتند من سرهنگ نیستم، حقوقدان هستم و بسیاری بر این باورند که با رئیس جمهوری حقوقدان از حضور بی‌ضابطه و گسترده سپاه در پروژه‌های اقتصادی کشور جلوگیری خواهد شد. حتی حضور بیژن نامدار زنگنه در وزارت نفت و خروج یک وزیر سپاهی گواهی است که دولت قصد ندارد شریان‌های اقتصادی را بار دیگر به این نهاد نظامی واگذار کند. آیا می‌توان تفسیر دیگری از صحبت‌های آقای روحانی داشت؟ بله، خودشون تعارف چیزایی گفت که جنبه تعارفات داره. به هر حال هر کسی باشه باعثی از سپاه قدردانی کنه و بگه که سپاه در جمهوری اسلامی ایران رکن مهم نیست، بنابراین در حد تعارفات مسئله مطرح کردشون. ولی من فکر نمی‌کنم ایشون سیاست احمدی‌نژاد رو دنبال کنه، چون آقای احمدی‌نژاد می‌دونیم که در آغاز دست سپاه رو کاملا باز داشته بود، همچنین در اواخر حکومتشون ایشون هم با سپاه مشکل داشت و بعد از سپاهیان به عنوان برادران قاچاقچی یاد میکرد. بنابراین من فکر نمیکنم که آقای روحانی بخواد اون سیاست احمدی‌نژاد ادامه بده. ایشون میخواد همونطور که اشاره کردم فعالیت اقتصادی سپاه رو محدود کنه به پروژه هایی مانند پروژه های پتروشیمی امثال ها که معمولا فقط در رقابت با کشورهای با کمپانی‌های خارجی سپاه کار کنه و نه در رقابت با بخش خصوصی ایران. ایشون به هر حال تعهد داشته و در انتخابات و در فرآیند انتخاباتی و در مجلس بخش خصوصی تاکید کرده که باید بخش خصوصی رو زنده کرد و به هر حال بهش جان داد و طبیعی است که یکی از شرایط لازم برای این کار اینه که سپاه رو از بخش خصوصی تا اونجا که ممکنه جدا کنن و جمع کنن. بنابراین من فکر نمی‌کنم که آقای احمدی‌نژاد بخشید آقای روحانی بخواست سیاست احمدی‌نژاد دنبال بکنه و بسیار خوب ایشون هم که اشاره کردید یک چیزی در گفته که برای سپاه خوشایند باشه که سپاه رو در حال در حد تعارفات ازش تعریف کرده. در این حال من فکر می‌کنم که آقای روحانی به طور مشخص محدود کردن فعالیت اقتصادی سپاه رو در پروژه های بزرگی که فقط با کمپانی‌های خارجی رقابت می‌کنن محدود خواهد کرد.
در دولت محمود احمدی نژاد پروژه‌های بزرگ اقتصادی به ارزش 10,000 میلیارد تومان بدون رعایت تشریفات قانونی به سپاه پاسداران واگذار شد و بخش خصوصی از رقابت با سپاه پاسداران باز ماند. ادامه این روند در دولت 11 چه پیامدهایی میتواند برای اقتصاد ایران به دنبال داشته باشد؟ بله، خب اشاره کردم فعالیت اقتصادی سپاه بسیار مخرب بوده، بخصوص در زمینه صادرات و واردات و با قاچاق مواد بدون گمرک امثال هم. ولی من فکر میکنم به هر حال در پروژه های بزرگی که الان دست سپاه هست اینو باقی میمونه و ادامه این کار رو آقای روحانی مشکلی براش نداره، این کار رو ایشون اجازه خواهد داد. بخصوص که همونطور اشاره کردم این پروژه ها بیشتر در رقابت با کمپانی های خارجی است. البته در رقابت کمپانی خارجی هم انتظار میره و تصور میره که آقای روحانی به دولت به طور مشخص سپاه رو ترجیح میدن، چون در حال سپاه اگه پروژه دست بگیره برای جامعه ایران کار ایجاد میکنه، ولی اگه کمپانی خارجی بیاد کار انجام بده طبیعی است که اشتغال برای ایرانیان زیاد نخواهد بود. بنابراین امتیازاتی از این نظر به سپاه خواهند داد، ولی در حد همون پروژه های بزرگی که اشاره کردم این فعالیت محدود خواهد ماند و اجازه فعالیت بیشتری من فکر نمی‌کنم به سپاه داده بشه. به خصوص من فکر می‌کنم که اسلحه‌های مخفی که دست کنترل سپاه بود و خارج از کنترل گمرک بود، این اسلحه‌ها به تدریج بایستی از سپاه گرفته بشه و تحویل گمرک داده بشه و به هر حال در مسائل دیگر هم به خصوص مثلا در مسائل اجرایی کمتر به سپاه بدم داده خواهد شد. اشاره کردید تا احمدی‌نژاد سپاهیان رو در کابینه بهشون شغل میداد ولی آقای روحانی کمتر این کار کرده یا میکنه. بنابراین این تفاوت ها وجود داره و من فکر میکنم اون چی که این انگیزه رو ایجاد کرده بحران های شدید اقتصادی و شرایط سیاسی ایران حاکمه و دولت سعی میکنه که از راه های مختلف برای مبارزه با این شرایط استفاده کنه و یکی از این کارها هم کنترل سپاه، کنترل فعالیت اقتصادی سپاه هست. با سپاس از دکتر حسین باقرزاده فعال سیاسی برای حضور در این برنامه. به تاراج رفتن 47,000 جلد کتاب و اسناد مربوط به کاوش‌های باستانشناسی به همراه هزاران قطعه عکس تاریخی، سرقت اسناد فساد در تشکیلات تأمین اجتماعی به ریاست سعید مرتضوی، خارج کردن هدایای رئیس جمهوری، جنجال بر سر تخصیص میلیاردها تومان به دانشگاه ایرانیان و افشای برخی اقدامات غیرقانونی دیگر دولت محمود احمدی نژاد باعث شده تا یک وبسایت خبری خواهان تشکیل کمیته بررسی قارت ملی شود. هفته گذشته اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی از دولت محمود احمدی نژاد با عنوان دولتی دروغگو نام برد. علی لاریجانی رئیس مجلس ایران هم در خصوص اقدامات غیرقانونی دولت احمدی نژاد گفت در دولت دهم تخلفات آمدانه بسیار وجود داشت و این تخلفات توسط بالاترین مقام اجرایی کشور صورت می گرفته است. در حالی که ماجرای فساد اقتصادی در دولت محمود احمدی نژاد به سریالی روزانه تبدیل شده و هر روز بخش تازه از آنچه که رسانه‌های منتقد آن را غارت سیستماتیک می‌نامند در رسانه‌ها افشا می‌شود، در تازه‌ترین خبر روزنامه همشهری از به تاراج رفتن 47,000 جلد کتاب و اسناد مربوط به کاوش‌های باستانشناسی به همراه هزاران قطعه عکس تاریخی در دولت محمود احمدی نژاد خبر داد. این روزنامه این خبر را به نقل از یکی از کارکنان سابق مرکز اسناد سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور منتشر کرده و به نقل از این کارمند نوشته است که هنگام انتقال پژوهشگاه و مرکز اسناد سازمان میراث فرهنگی به شیراز، 47,000 کتاب به همراه هزاران قطعه از عکس‌های تاریخی این مرکز به یغما رفته است. در گزارش روزنامه همشهری آمده در حال حاضر بخشی از عکس‌های دوره پهلوی که دارای مهر مرکز اسناد بوده در خیابان منوچهری تهران به فروش می‌رسد. این کارمند در ادامه از ابهام در سرنوشت دستگاه‌هایی که فیلم‌ها و نگاتیف‌های موجود در مرکز اسناد را بازبینی می‌کردند پس از انتقال به شیراز خبر داده است. فریبا فرزام رئیس سابق مرکز اسناد و کتابخانه سازمان میراث فرهنگی کشور که در اعتراض به این اقدام از سمت خود کناره‌گیری کرده در این باره گفته است عکس‌های بسیار زیادی نیز از بناهای تاریخی در مرکز اسناد وجود داشت که اگر از بین رفته باشند یک جنایت و خیانت به میراث فرهنگی کشور است.
آنطور که خانم فرزام افزوده است، اگر منابعی از سازمان بر اثر جابجایی‌های خارج یا سرقت شده باشند و در بازارهای سیاه فروخته شوند، اتفاق بسیار وحشتناکی برای میراث فرهنگی است. در همین حال، علی لاریجانی رئیس مجلس نیز با اشاره به اقدامات غیرقانونی دولت محمود احمدی نژاد گفته است، در دولت دهم تخلفات آمدانه وجود داشت و این تخلفات توسط بالاترین مقام یعنی رئیس جمهوری سابق ایران صورت می گرفته است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، لاریجانی که در مراسم تودیع و معارفه رؤسای سابق و جدید دیوان محاسبات کشور صحبت می کرد، با اشاره به گزارش‌های دیوان محاسبات در خصوص عملکرد دولت دهم گفته است، مواردی داشتیم که آمدانه تخلفاتی صورت می گرفت. این رویه‌ای بود که ما در دولت قبل در برخی زمینه‌ها شاهد آن بودیم و گاهی می‌دیدیم که از طرف بالاترین مقام تخلفی صورت گرفته و وزیر مربوطه می‌گوید که به من دستور دادند. رئیس مجلس ایران اضافه کرده است، موضوع نقض در فهم قانون یا عدم رعایت به دلیل دانش کم نبود. این هم مواردی بود که باید پیگیری می‌شد. در تحولی مرتبط روز گذشته رئیس کمیته تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی نیز از سرقت اسناد فساد در تشکیلات تأمین اجتماعی خبر داد. این در حالی است که یک نماینده مجلس هم در تلویزیون رسمی حکومت ایران ابعاد جدیدی از فساد شرکت شستا، شرکت زیرمجموعه سازمان تأمین اجتماعی که ثروتمندترین بنگاه اقتصادی ایران است را فاش کرده است. بر اساس این گزارش، خبر مفقود شدن اسناد تخلفات در هیئت تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی را علیرضا محجوب رئیس این هیئت در یک نشست خبری اعلام کرده و گفت 2000 صفحه از اسناد مربوط به تحقیق و تفحص از این سازمان در کمیسیون اصل 90 نگهداری می شود. این در حالی است که 20000 نسخه دیگر از این اسناد در دولت گذشته که در سازمان تأمین اجتماعی نگهداری می شد مفقود شده است. در رویدادی دیگر اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی ایران نیز میگوید که ادعای مسئولان دولت قبل مبنی بر اینکه تا 6 ماه ذخیره کالایی داریم دروغ بوده. ذخیره کالاهای اساسی بین 15 روز تا 3 ماه بود. به گزارش خبرگزاری های ایران، آقای احمدی مقدم روز یک شنبه 24 شهریور ماه اظهار داشت، زمانی که هنوز آقای روحانی مسئولیت را بر عهده نگرفته بود، مسئولان دولت گذشته اعلام کردند که به اندازه 6 ماه کالاهای اساسی در کشور ذخیره شده است، که ما پس از بررسی متوجه شدیم برخی اقلام را فقط برای 15 روز تا 3 ماه در اختیار داریم و بسیاری از کالاها یا روی کشتی یا در گمرک ماندند. به گفته وی، با اطلاع رسانی به موقع پلیس به مسئولان دولت جدید، مشکل کمبود ذخیره کالاهای اساسی در انبارهای کشور رفع شد. فرمانده نیروی انتظامی ایران ادامه داده است، این اطلاعات امنیتی نیست که ما شنود بگذاریم تا به آن پی ببریم. این موضوعات چشم بینا می خواهد. او با مثال آوردن از کمبود دارو در بازار گفته است، به عنوان مثال وقتی دارو در بازار کم است، نباید بگوییم که این موضوع تبعات اقتصادی و درمانی دارد. باید تبعات امنیتی این موضوع را نیز در نظر بگیریم. و در نهایت اینکه وبسایت عصر ایران از رسانه‌های نزدیک به دولت جدید به دولت حسن روحانی پیشنهاد داده، با توجه به کثرت کشف برخی پرونده‌ها که حاکی از فسادهای اقتصادی چند صد یا چند هزار میلیاردی است، کمیته بررسی غارت ملی در کابینه روحانی تشکیل شود. این وبسایت نوشته است که سوء استفاده‌های مالی نجومی که روزانه افشا می‌شود، نوعی غارتگری اموال ملی است که تعداد آن از تعداد انگشتان یک دست هم گذشته است، که نیاز فوری به تشکیل کمیته بررسی غارت ملی احساس می‌شود. اقدامات غیرقانونی احمدی نژاد در روزهای پایانی دولتش موجب انتقاد بسیاری شده است. بسیاری از چهره‌های سیاسی پس از پایان دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد از حجم بالای فساد مالی، انعقاد قراردادهای بی‌ضابطه، استخدام و انتصاب‌های غیرقانونی و واگذاری‌های غیرقانونی اموال و زمین‌های دولتی توسط احمدی نژاد و تیم وی خبر داده بودند. پیشتر نیز اکبر ترکان، مشاور حسن روحانی، در گفتگو با مجله همشهری گفته بود که فاصله میان 24 خرداد ماه تا 12 مرداد ماه برای خود یک تاریخ است. وی گفته بود تحقیق کنید ببینید در این 45 روز چقدر فساد کردند. به نظر من این 45 روز نمونه کاملی است از آنچه دولت نهم و دهم در طول این سالها انجام داده است.
ممنون که ما رو تا این ساعت همراهی کردید. این برنامه رو می توانید در وبسایت و صفحه فیسبوک ایران فردا هم دنبال کنید. تا برنامه دیگر، شاد و سربلند باشید.